درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با محکوم کردن سوء قصد به جان دونالد ترامپ خواستار اتحاد ملی شد. گزارش ها حاکی است که در خودرو و خانه مرد 20 ساله ای که عامل تیراندازی به دونالد ترامپ معرفی شده، مواد منفجره کشف شده است. اتحادیه اروپا تحریم ها علیه 12 فرد و 9 نهاد مرتبط با حکومت ایران را تمدید کرد. فعالیت های کنسولی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در ساختمان جدید سفارت آغاز شده است. اسرائیل میگوید اجازه ایجاد هیچ تغییری از سوی حماس در توافق پیشنهادی بایدن را نخواهد داد. مقامات عراقی در تلفار در گودالی به عمق 42 متر بقایای جنازه 139 تن را کشف کردند. یک مقام وزارت بهداشت ایران گفته است که بیماری تب دنگی در صورت همه‌گیری از کرونا خطرناک‌تر خواهد بود. و اسپانیا با جام چهارم پر افتخارترین تیم تاریخ جام ملت‌های اروپا شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم. امروز دوشنبه 15 جولای 2024 میلادی برابر است با 25 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یک شنبه در یک سخنرانی زنده تلویزیونی سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور را محکوم کرد و خواستار اتحاد ملی شد. به دستور بررسی امنیتی این واقعه را داده و از مردم ایالات متحده خواست که از حد و گمان درباره انگیزه و همدستان احتمالی مهاجم خودداری کنند. بایدن همچنین سفر برنامه ریزی شده خود به تگزاس را به تعویق انداخته و کارزار انتخاباتی او پخش ویدیوهای تبلیغاتی علیه ترامپ را متوقف کرده است. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی ایالات متحده و شهرهای جهانی این حمله را محکوم کردند. بایدن تاکید کرده که همه رؤسای جمهور آمریکا تحت حفاظت مادام العمر سرویس مخفی هستند. دونالد ترامپ در اولین اظهار نظر بعد از سوء قصد به جانش گفت اکنون مهمتر از همیشه باید متحد باقی بمانیم. به روز یک شنبه با بیان اینکه تنها خدا مانع از وقوع چیزهایی غیر قابل تصور در جریان این حادثه شد، در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نباید اجازه بدهیم که شیطان پیروز شود. ترامپ همچنین با اشاره به مجروحان دیگر این حادثه گفت که برای بهبودی مجروحان دعا می کند و به یاد شهروندی است که به طرز وحشتناکی کشته شد. وی بعد از این اظهارات با هواپیمای شخصی خود برای شرکت در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان راهی شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین شد و در مسیر در حالی که با بانداژ سفیدی گوش راستش را پوشانده بود به خبرنگاران گفت که این تجربه بسیار سورئال بود و من قرار نیست که اینجا باشم، الان باید مرده بودم. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که در خودرو و خانه توماس ماتیو کروکس، مرد 20 ساله‌ای که عامل تیراندازی به دونالد ترامپ معرفی شده، مواد منفجره کشف شده است. FBI کروکس را عامل حمله معرفی کرده و وال استریت جورنال و CNN گزارش دادند که مواد منفجره در خودروی او در نزدیکی محل سخنرانی ترامپ پیدا شده است. همچنین خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات پلیس اعلام کرد که مواد لازم برای ساخت بمب در خانه و خودروی کروکس کشف شده است. اسلحه‌ای که مهاجم استفاده کرد 6 ماه پیش توسط پدر او خریداری شده بود. FBI میگوید که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه توماس ماتیو کروکس مدنون تیراندازی به دونالد ترامپ به عنوان بخشی از یک گروه بزرگتر فعالیت می‌کرده وجود ندارد، اما انگیزه او از این اقدام همچنان نامشخص است. مقامات FBI روز یکشنبه گفتند که آنها تیراندازی به دونالد ترامپ را به عنوان یک حمله احتمالی تروریسم داخلی و تلاش برای سوء قصد ارزیابی می‌کنند، اما کارشناسان فدرال همچنان در تلاش برای تعیین انگیزه فرد تیرانداز هستند و در این ارتباط تاکنون چندین حکم بازرسی را به اجرا درآوردند.
محمود احمدی نژاد در جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت اقدام به ترور را محکوم کرد. ساعتی بعد از اعلام خبر سوء قصد ترامپ در پنسیلوانیا، محمود احمدی نژاد در پستی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس نوشت: ترور و تروریسم دولتی و غیر دولتی از جمله زشت‌ترین اقدامات ضد انسانی است که واژگان از انعکاس عمق پلیدی آن ناتوانند. بشریت اکنون در جای جای جهان چه دردهای سنگینی که نمی‌کشد. خبرگزاری‌های حکومتی ایران این واکنش احمدی نژاد را در سایت‌های خود منتشر نکردند، اما سایت‌های خبری و کانال‌های تلگرامی برخی رسانه‌های داخلی آن را منتشر کردند. احمدی نژاد قبلاً هم چند بار برای ترامپ و سایر رؤسای جمهوری آمریکا نامه نوشته بود. احمدی نژاد که همزمان با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران به ترکیه سفر کرده، چند روز پیش در مصاحبه با شبکه خبر ترکیه مدعی شده بود که اطلاعاتی درباره تغییراتی که در سیاست آمریکا در حال رخ دادن است دارد. عباس آخوندی وزیر سابق راه هم در شبکه ایکس نوشت: ترور هر کس در هر جا حتی اگر ترامپ باشد محکوم است، لکن باید به یاد آورد که همین آقا دستور ترور سردار سلیمانی را داد. در میان اصلاح طلبان، احمد زیدآبادی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشته است که اگر قرار باشد پای دخالت خارجی هم به این حادثه باز شود، امیدوارم که خاورمیانه فلک زده متهم ردیف اول معرفی نشود. اما محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات دولت روحانی و از نزدیکان مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتیش، در کانال تلگرامی خود به ابراز خوشحالی از اقدام به ترور ترامپ پرداخته و نوشته است: تروریست کت و شلوار پوش طعم ترور را چشید. خبر سوء قصد ترامپ هم با تأخیری قابل ملاحظه در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شد. خبرگزاری ایسنا حدود 40 دقیقه بعد و خبرگزاری ایرنا حدود نیم ساعت بعد خبر این واقعه را در سایت‌های خود منتشر کردند. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از تجاوزگری روسیه و همچنین از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ، تحریم‌های وضع شده علیه حکومت ایران را تا ششم مرداد سال 1404 تمدید کرد. طبق بیانیه، در حال حاضر 12 فرد و 9 نهاد و سازمان مرتبط با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم شدگان اتحادیه اروپا هستند و محدودیت‌هایی همچون مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت ارائه منابع مالی و اقتصادی به آنها و ممنوعیت ورود آنها به اتحادیه اروپا همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. نقض حکم اعدام مردی که متهم به تجاوز به 9 زن در پارک مهرگان است، روز دوشنبه 25 تیر ماه توسط مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکذیب شد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که شکسته شدن حکم متهم صحت ندارد و دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی به این پرونده صرفاً به دلیل نقص در تحقیقات آن را به دادگاه بازگردانده است. طبق اعلام قوه قضاییه، پرونده مرد متهم که تبعه افغانستان است بعد از رفع نقص مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال می شود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، مرد متهم به دلیل شهادت زنانی که گفتند در پارک مهرگان در سال 1399 به آنها تجاوز کرده و به اتهام تعرض به 9 زن و دختر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که فعالیت‌های کنسولی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در ساختمان جدید سفارت آغاز شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، ساختمان جدید سفارت جمهوری آذربایجان در منطقه دروز خیابان شهریزاد واقع شده است. به نوشته این خبرگزاری، در حال حاضر اقدامات مربوطه برای ساماندهی خدمات کنسولی در ساختمان جدید سفارت در حال انجام است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان هم اعلام کرد که در پی مذاکرات با ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، سفارت این کشور در تهران بازگشایی شد. دو نهاد حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر، امروز دوشنبه به طور مشترک خواستار پایان کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبران کرد در مرز ایران و عراق شدند.
دیدبان حقوق بشر میگوید با وجود برخوردهای مکرر و مرگبار نیروهای جمهوری اسلامی، مراجعه کولبران به مراجع قانونی حداقلی و پاسخگویی مقامات در این زمینه نادر است. خواسته جدید این دو نهاد حقوق بشری این بار خطاب به مسعود پزشکیان است که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در سنندج گفته بود شرم‌آور است که برای یک لقمه نان جوانان ما کولبری کنند. ما باید مرزی بسازیم که داد و ستد شکل بدهد، نه کولبری. شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که تنها 3 روز بعد از انتخاب پزشکیان، 5 کولبر در مرز نوسود کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شده است. به گفته ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، جوامع کرد به حاشیه رانده شده اغلب به دلیل نبود دیگر فرصت‌های اقتصادی به انتقال کالا از مرز به شکل قانونی یا غیر قانونی دست میزنند. وی از مسعود پزشکیان خواسته است که برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها از جمله جوامع کرد مرزنشین اولویت قائل شود. نمیدونم هشمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. در کلینیک سوکای میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی میتوانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. کمپین دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی محکوم به اعدام، در بیانیه اعلام کرد که گزارش و پرونده مفصلی از موارد متعدد نقض حقوق بشر که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه خانم محمدی اعمال کردند به کمیته حقیقت‌یابی سازمان ملل متحد در ارتباط با ایران ارسال و در این نهاد ثبت شده است. این کمپین در بیانیه خود که روز یکشنبه منتشر شد گفت که در این زمینه شکایتی هم در جریان است.
بیانیه میگوید که این گزارش که در روزهای اخیر تکمیل و ارسال شده به طور تفصیلی دقیق و مستند به شرح تمام آزار و اذیت‌ها، شکنجه‌ها، نقض حقوق بدیهی در روند دادرسی، نقض حق شهروندی در امر تشکل یابی مستقل، صدور حکم اعدام بر بنیاد ادعاهای واهی و ده ها مورد مفصل دیگر پرداخته و با نظر تخصصی کارشناسان حقوق داخلی و بین المللی و حقوق بشر تهیه و تنظیم شده است. کمپین دفاع از شریفه محمدی اشاره کرد که شکایات و گزارش های دیگری هم به زودی نزد نهادها و مراجع بین المللی دیگری ثبت و پیگیری خواهد شد. زرتشت احمدی راقب، فعال و زندانی سیاسی، در ارتباط با پرونده دیگری که در دوران حبس برای او تشکیل شده بود به 1 سال حبس دیگر و 2 سال تبعید در زنجان محکوم شد. بیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صرفی فرهنگیان این خبر را اعلام کرده بود و سایت حقوق بشری هرانا هم آن را تایید کرده است. اتهام احمدی راقب در پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان قزل‌حصار محبوس است و پرونده جدید بر اساس شکایت مسئولان همین زندان تشکیل شده است. زرتشت احمدی راقب آتش نشان اخراجی و یکی از 14 کنشگری است که خرداد ماه سال 1398 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. دیمیتری جندلمن، مشاور دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه بر پایبندی شدید تل‌آویو به توافق درباره غزه که بایدن از آن حمایت می‌کند تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، جندلمن با تاکید بر اینکه نتانیاهو این تعدیل‌های حماس را رد کرد، گفت که حماس تلاش کرده که 29 تغییر در توافق طرح 3 مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه ایجاد کند. جندلمن درباره گام بعدی در مذاکرات اظهار داشت که حماس باید تمام مفاد توافق مورد بحث را بپذیرد و افزود گام بعدی باید توسط حماس برداشته شود و باید شرایط توافق را بپذیرد، توافقی که توسط ایالات متحده حمایت می شود. به گفته جندلمن، اسرائیل خواهان حق ادامه جنگ تا رسیدن به تمام اهداف نظامی، جلوگیری از قاچاق سلاح از شبه جزیره سینا، بازگرداندن بیشترین تعداد ممکن از اسرای زنده در مرحله اول توافق و جلوگیری از بازگشت زندانیان آزاد شده فلسطینی از جمله جنگجویان حماس به شمال نوار غزه است. در پی ترور ناپرجام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، ضمن انتقاد شدید از اپوزیسیون اسرائیل و ابراز نگرانی از بروز سرنوشتی مشابه برای پدرش، خواستار توقف اقدامات تحریک‌آمیز علیه نتانیاهو شد. یائیر نتانیاهو در ایکس با ابراز انتقادات تند علیه اپوزیسیون اسرائیل نوشت: تحریک چپ‌ها و رسانه‌ها علیه نخست وزیر نتانیاهو باید همینجا و اکنون متوقف شود. گایل بی، سخنگوی حزب لیکود، هم در ایکس نوشت: فضای تحریک‌آمیز در آمریکا که به ترور ناپرجام ترامپ انجامید در مقایسه با کمپین خطرناک تحریک علیه نخست وزیر نتانیاهو متوسط است. لبی افزود: کمپین تحریک‌آمیز علیه نتانیاهو که نزدیک به 2 سال است با بودجه 100 میلیون دلاری ادامه دارد، توسط ژنرال‌های سابق، نخبگان زیرنفوذ و بخش‌های بزرگی از رسانه‌های اسرائیل رهبری می‌شود. سخنگوی لیکود تاکید کرد که این تحریک‌ها با توجه به مسئولیتی که تحریک‌گران از مشاوران حقوقی و مجریان قانون در دولت دریافت می‌کنند و با برخورداری از ترغیب غیرقانونی اعضای اپوزیسیون امکان پذیر می‌شود. اگر این اتفاق برای ما بیفتد، فقط دست‌های آنهاست که به خون آلوده خواهد شد. خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز یک شنبه ارسال اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ در مرزهای شمالی را یک بازی کثیف خواند و به کره جنوبی هشدار داد که آماده پرداخت بهای بسیار سنگینی باشد. کیم یو جونگ، معاون اول مدیر دایره تبلیغات حزب کارگران کره شمالی، گفت که مقامات حزبی و نظامی به وی اطلاع دادند که بروشورها و چیزهای کثیفی در 17 نقطه مرزی و سایر
مناطق کشور کشف شده است. خانم جونگ اضافه کرد که این اعلامیه‌ها بر اساس مقررات مربوط به دست زدن به اشیاء پرتاب شده توسط دشمن سوزانده شدند. همزمان خبرگزاری رسمی کره شمالی در اقدامی بی‌سابقه عکسی منتشر کرده که نشان می‌دهد چند اعلامیه به همراه یک بسته داروی سرماخوردگی در حال سوختن هستند. خانم کیم در بیانیه‌ای گفت علی‌رغم هشدارهای مکرر کره شمالی، تفاله‌های کره جنوبی این بازی‌های خام و کثیف را متوقف نمی‌کنند. به اضافه که همانطور که قبلاً هشدار داده شده بود، تفاله‌هایی که به انجام چنین نمایش‌هایی متوسل می‌شوند، حتی توسط مردم خودشان هم مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرند. ما در چنین شرایطی اقدامات متقابل خود را به طور کامل معرفی کردیم. آنها بابت این کارها سخت شرمنده خواهند شد و باید آماده باشند تا بهای بسیار بالایی را برای بازی کثیف خود بپردازند. در انتخاباتی که انتظار می‌رود در بردارنده برخی نتایج غیر منتظره باشد، مردم سوریه روز دوشنبه رأی خود را برای انتخاب پارلمان جدید به صندوق انداختند. درهای مراکز رأی‌گیری از صبح باز شد و بشار اسد رئیس جمهور سوریه در انتخابات اعضای مجلس خلق برای چهارمین دوره قانونگذاری در یکی از مراکز انتخاباتی دمشق رأی خود را به صندوق انداخت. این چهارمین انتخابات در سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 است و در تمام نقاط کشور به جز بخش شمالی که تحت کنترل دولت سوریه نیست برگزار می شود. بینندگان عجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است.
تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. مقامات عراقی در تل عفار واقع در 70 کیلومتری غرب شهر موسول در گودالی به عمق 42 متر بقایای جنازه 139 تن را کشف کردند. این افراد احتمالاً توسط گروه مقصوم به حکومت اسلامی داعش کشته شدند. سرپرست نهاد عراقی مسئول گروه‌های دست جمعی گفته است که قربانیان زنان و مردانی هستند که در دوران زمامداری داعش یا القاعده در این منطقه کشته شدند. از روی لباس آنها حدس زده می شود که این افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی ایزدی‌ها و ترکمن‌ها و برخی نیز از نیروهای امنیتی موسول بودند. معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شناسایی و سید پشه آیدس در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و هرمزگان گفته است که نوع پشه شناسایی شده در شمال و جنوب کشور با یکدیگر متفاوتند و پشه جنوب تهاجمی تر و بیماریزاتر است و شدت بیماری بیشتری دارد. حسین پرشیدی در جریان سفر به استان هرمزگان با اشاره به بازدیدهایش از استان هرمزگان و شهرهای آلوده از نظر پشه آیدس و شهرهای در معرض خطر گفت که یکی از مسائل مهم برای پیشگیری از شیوع تب دنگی در کشور جلوگیری از انتقال داخلی بوده که صورت گرفته است. این مقام وزارت بهداشت که همراه با گروهی از بخش‌های مبارزه با بیماری‌ها و آموزش همگانی و بهسازی محیط به هرمزگان سفر کرده گفت که تعداد زیادی از بیماران مبتلا به تب دنگی از کشورهای دیگر به ایران آمدند و این بیماری در صورت همه‌گیری از کرونا خطرناک‌تر خواهد بود. و تیم ملی فوتبال اسپانیا با برتری 2-1 مقابل انگلیس فاتح جام ملت‌های اروپا شد. این چهارمین قهرمانی لاروخا در تاریخ رقابت هاست، جامی که این تیم را به تنهایی در صدر تمام تیم‌های اروپا قرار می‌دهد. برندمان عشمان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.